به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر و یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. جاری شدن سیل در پایان پنجشیر راه ها 20 روز مسدود شد. باشندگان پنجشیر از سرازیر شدن سیلاب در بخش های از این ولایت خبر می دهند. باشندگان ولایت پنجشیر روز جمعه 5 اوت می گویند که این سیلاب ناشی از آب شدن برف از روز پنجشنبه 4 اوت در ولایت ولی پریان این ولایت جاری شده و تا اکنون ادامه یافته است. در پی سرازیر شدن این سیلاب راه ها دست کم 20 روز مسدود شده است. با گفته باشندگان پنجشیر، هرچند این سیلاب تلفات جانی در پی ندارد، اما به ساکنان محلی خسارات انگفت مالی وارد کرده است. درگیری طالبان با جبهه مقاومت، دو طالب کشته شده است. منابع محلی در ولایت پروان میگویند که در پی درگیری مسلحان میان طالبان و جبهه مقاومت دو جنگجوی طالب کشته و یک دیگرشان زخمی شدند. منابع روز جمعه 5 اوت در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این درگیری سه شنبه 2 اوت در روستای پایان علایا از مربوطات مرکز پروان رخ داده بود. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. 4 تن در اثر برفکوش در بدخشان جان باخت. منابع محلی در بدخشان میگویند که 4 تن در اثر برفکوش در این ولایت جان باختند. منابع روز جمعه 5 اوت بر روزنامه 8 صبح میگویند این برفکوش شامگاه روز پنجشنبه 4 اوت در روستای اتاق ارچه شیوه ولسوالی ارغنج خواه این ولایت بالای یک خانه سرازیر شده است. گفته می شود که در این رویداد یک خانه به گونه کامل تخریب شده است. و در پایان، منابع در پنجشیر، طالبان در حال افزایش نیروهای خود هستند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان در روزهای اخیر شمار نیروهای خود را در این ولایت افزایش دادند. به گفته منابع، روز به روز با گرم شدن هوا به شمار نیروهای طالبان در پنجشیر افزوده می شود. منابع میگویند که بیشتر کاروان نظامی طالبان شب هنگام وارد پنجشیر می شوند، که یک منبع میگوید که روزنامه نیز رنجر طالبان تجهیزات انتقال می دهد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.